خشونت‌ها در غزه و جنگ در اوکراین سال را به پایان پرآشوب و خونین مواجه کرده است و ادعاهای سیاست خارجی رئیس جمهور جو بایدن را زیر آزمایش قرار داده است. رهبری آمریکا جهان را کنار هم نگه می‌دارد. متحدین آمریکا در واقع این کشور را مسئول نگه می‌دارند. ارزش‌های آمریکایی ما را به شریک تبدیل می‌کند که سایر کشورها می‌خواهند با آن همکاری کنند. بایدن تا کنون با رهبری یک ائتلاف برای حفظ کیف در جنگ تقریباً 2 ساله اوکراین با روسیه از اوکراین حمایت کرده است. اما بودجه بیشتر برای اوکراین از سوی جمهوری خواهان مجلس سنا که خواستار سیاست شدیدتر در نقاط مرزی ایالات متحده اند مسدود شده است. در مورد چین بایدن رقابت شدید را بدون انحراف و درگیری مدیریت کرده است و با تقویت اتحادها در اروپا و اقیانوس هند و اقیانوس آرام بیجینگ را به ویژه در رقابت و امنیت فناوری پیشرفته تحت فشار قرار داده است. ما 4 پایگاه دیگر در فیلیپین به دست آوردیم که می توانیم از آنها استفاده کنیم. ما می توانیم کمک کنیم ژاپن و کره جنوبی به هم نزدیک شوند. امیدواریم بتوانیم این حالت را حفظ کنیم. ناتو اکنون ماموریت در اقیانوس آرام و هند دارد و در حال شکل گیری است و به وضوح نشانه های از آن وجود دارد. رهبری آمریکا در بسیاری از مناطق به نمایش گذاشته شده است. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات استراتژیک شورای امنیت ملی ایالات متحده به صدای آمریکا گفت: و من انتظار دارم که با رسیدن به پایان سال این دوره تلاش‌های نهایی را برای کسب موفقیت در سیاست‌های آمریکا بیشتر انجام دهیم. اما از زمانی که حماس موانع مرزی اسرائیل را شکست و در ماه اکتبر حملات مرگباری را آغاز کرد، حمایت ایالات متحده از نزدیکترین متحدش در شرق میانه اکنون تحت نظارت است. حملات هوایی تلافی جویان اسرائیل علیه گروه حماس که ایالات متحده آن را گروه تروریستی شناسایی کرده است، منجر به تلفات گسترده غیر نظامیان در باریکی غزه شده است. این موضوع سبب ایجاد خشم در جهان عرب و تهدید ثبات منطقه به ویژه در صورت پیوستن گروه های حامی ایران مانند حزب الله به جنگ شده است. غزه بیش از پیش هدف واشنگتن برای کاهش تمرکز بر شرق میانه و چرخش به سمت آسیا را به چالش کشیده است. صراحتاً مردم از یک فعال سیاست خارجی خسته شدند. من فکر می کنم آنچه ما می بینیم این است، در حالی که ایالات متحده در حال حاضر از همه این موارد مختلف حمایت می کند، این امر در آینده سخت‌تر و سخت‌تر می شود و سیاستگزاران مجبور هستند در 1-2 سال آینده شروع به انتخاب کنند. در حالی که آرای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معمولاً بر اساس سیاست خارجی تصمیم گیری نمی شود، حمایت بایدن از اوکراین و اسرائیل و تهدید کشیده شدن به جنگ دیگری در اروپا یا شرق میانه هر آمریکایی را نگران کرده است. سحر عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.